عرض سلام دارم به تمام دوستان و همراهان وبسایت اوکسیما. با یکی دیگر از جلسات دوره طراح حرفه‌ای صفحات وب باشید، همراه شما دوستان عزیزم هستم. دوستان، ما در جلسات قبل و تا این جلسه که با دوره طراح حرفه‌ای صفحات وب باشید، ما در رابطه با HTML صحبت کردیم. اما اگر بخوایم از این به بعد در رابطه با دستورات HTML صحبت کنیم، نیاز ما به دستورات CSS یعنی استایل شیت ها، و بهتر بگم نیاز ما به استایل دهی به صفحاتمون بیشتر خواهد شد. بنابراین من تصمیم گرفتم که از این جلسه شروع کنیم و در رابطه با CSS صحبت کنیم و جلسات مربوط به CSS رو از همین جلسه ما شروع خواهیم کرد. انشاءالله ما جلسات مربوط به CSS رو تموم میکنیم و دوباره برمیگردیم به ادامه دستوراتی که مربوط هست به HTML، که اکثرا این دستورات مربوط به HTML5 خواهد بود و همچنین بعد از اون ما پروژه خودمون رو شروع خواهیم کرد. پس ما در این جلسه قصد داریم در رابطه با CSS شروع به صحبت کنیم و مقدمه ای رو من قصد دارم در این جلسه در رابطه با CSS با شما عزیزان داشته باشم و کلیت هایی که شما بایستی در رابطه با CSS بدونید رو من در این جلسه خدمت شما دوستان گلم عرض خواهم کرد. خب ما وارد PHP Store میشیم و از تب Project، همونطور که دارید مشاهده میکنید، ما پروژه وب دیزاین رو لود کردیم و اینجا من فقط یک فایل رو دارم که index.html هست، که یک سند خالی و ساده HTML هست، که اگر من این رو با مرورگرم لود کنم میبینید که هیچ چیزی بر روی صفحه به نمایش در نمیاد. خب برای اینکه شروع کنیم و در رابطه با CSS صحبت کنیم، لازمه که من یک سری اطلاعات کلی رو در رابطه با CSS به شما عزیزان ارائه کنم. خب بچه ها، من این PHP Storm رو میارم پایین که حواستون پرت نشه، چون قصد دارم یه سری اطلاعات تئوری رو اول باهاتون در میون بذارم و بعد وارد حالا کد نویسی میشیم و دست به کد میشیم و من اطلاعات عملی رو بهتون یاد خواهم داد. اول از همه این که ما بایستی بدونیم که CSS مخفف چیه؟ CSS مخفف Cascading Style Sheets هست. حالا ممکنه یه موقع ازتون یه نفر بپرسه که CSS مخفف چیه؟ خب بدونید جای دوری نمیره بچه ها. ما بچه ها توسط CSS مشخص میکنیم که چطور و چگونه عناصر HTML روی صفحه نمایش به نمایش در بیان، یعنی روی صفحه لپتاپتون یا روی صفحه موبایل یا روی صفحه تبلت یا روی صفحه پی سی تون به نمایش در بیاد. همچنین این که ما از CSS برای تعریف استایل های صفحات وبمون استفاده میکنیم. مثل چی؟ مثل طراحی هامون، طرح بندی هامون و حتی همونطور که گفتم تغییرات در صفحه نمایش برای دستگاه‌های مختلف. یعنی اینکه مثلا من اگر یک صفحه وب رو با موبایل باز کردم، این اندازه‌ها، استایل‌ها متناسب و مناسب باشه برای یک صفحه موبایل. یا مثلا اگر من با یک تبلت بازش کردم یا با یک لپتاپ یا با یک پی سی، که هر کدوم میدونید که صفحه نمایشش متفاوته، اندازه متفاوتی داره. خب خود صفحه وب بایستی ریسپانسیو بشه، واکنشگرا باشه
و ما این کارها رو با دستورات CSS انجام میدیم. نکته دیگری که بایستی در رابطه با CSS بدونید اینه که CSS موجب صرفه‌جویی در مقدار زیادی از کارها میشه. حالا یعنی چی؟ ببینید دوستان، ما هنوز در رابطه با کدهای CSS صحبت نکردیم، اما خب در ادامه همین جلسه آشنا خواهیم شد. اما این رو همینجا بایستی این رو بدونید که ما غالباً برای تعریف استایل هامون برای نوشتن کدهای CSS مون از یک فایلی استفاده میکنیم تحت عنوان، حالا با پسوند CSS .css، یک فایلی با پسوند CSS استفاده میکنیم. خب این فایل رو ما ضمیمه سند HTML مون میکنیم و به کمک همین فایل میایم استایل دهی میکنیم سند HTML مون رو. خب حالا پس من میتونم به کمک همین فایل به کلی موجب بشم که وبسایت من، صفحه قالب من به کلی تغییر پیدا بکنه. پس من به کمک یک فایل، به کمک یک فایل که همون فایل CSS هست، میتونم تغییراتی اساسی از لحاظ ظاهری بر روی سند HTML خودم اعمال بکنم. یک تشبیهی که حالا میان بین زبان برنامه نویسی HTML، CSS و جاواسکریپت و این رو مقایسه میکنم با یک ساختمان. در این مثال یا در این تشابه به این شکل بیان میشه که میگن اسکلت بندی یک ساختمون کار، حالا اگه در نظرش بگیری و بخوایم مقایسهش بکنیم با یک صفحه وب، میگه کار اسکلت بندی یک ساختمون در مقابل حالا طراحی یک صفحه وب، این کار رو برای ما HTML انجام میده. یعنی HTML میاد برای ما اسکلت بندی صفحه وب ما رو انجام میده. خب حالا وقتی شما ساختمون رو میسازید، نیاز دارید که یک سری ظریف‌کاری ها رو انجام بدید و حالا به اتاق هاتون شکل و شمایل خاصی بدید. نمیدونم، حالا اصطلاحی که در بحث ساختمون سازی اصطلاح هم گفته میشه، یعنی کاری نازوکاری، یعنی کاری ظریفکاری رو حالا درون ساختمون انجام میدن، مثل گچبری ها و مواردی از این قبیل. این رو حالا اگه بخوایم حالا تشابهی بدیم با این سه زبان برنامه نویسی که بیان کردیم، میگه که این برای قالب ما توسط زبان CSS، توسط CSS ها این کار رو برای ما در حالا صفحه‌ای که ما طراحی کردیم با HTML انجام میده. یعنی CSS ها موجب میشن که ما صفحه جذابتر و با استایل داشته باشیم، یعنی یک صفحه با شمای گرافیکی و رنگ‌ها و حالت‌های گرافیکی خاص و مواردی از این قبیل داشته باشیم. خب و مورد آخر هم این که میگن وقتی یک ساختمون رو شما هوشمندش می‌کنید، این کار رو برای شما زبان برنامه‌نویسی جاواسکریپت در یک طراحی قالب انجام میده. همون هوشمندسازی مناظر رو شما در نظر بگیرید، حالا در طراحی قالب اگه بخوایم مقایسه کنیم بین این دوتا، این کار زبان جاواسکریپته که کارای پویاسازی رو برای ما به نوعی انجام میده. خب نکته بعدی که بایستی خدمت شما دوستان گلم بگم اینه که زمانی که ما توسط یک مرورگر حالا یک صفحه وب رو باز میکنیم، خب مرورگر کدهای CSS رو میخونه و سند HTML ما رو
که حالا کدهای CSS ما بهش ضمیمه شده، حالا این سند HTML رو به کمک این کدهای CSS و اطلاعاتی که از این کدهای CSS به دست میاد میاد و برای ما فرمت بندی میکنه. اوکی، مثلا میگه که رنگ فونت ها این مدلی باشه، اندازه متن ها اینجوری باشه، فاصله بین خطوط اینجوری باشه و مواردی از این قبیل که مربوط به فرمت بندی و استایل دهی در برای یک سند HTML میتونه باشه. خب اما اجازه بدید ما یک تاریخچه از CSS رو بیان کنیم و بگیم که چرا اصلا CSS ایجاد شد، به وجود اومد، چه نیازی بود که اصلا CSS به وجود بیاد. ببینید دوستان گلم، زمان HTML، اینجور بهتر بهتون توضیح بدم، HTML هرگز در نظر نگرفت که بایستی حاوی تگ هایی برای قالب بندی یک صفحه باشه. منظورم تو ورژن های قدیمیش هست، مثلا ورژن 3 و اینجوری و به قبلش. پس HTML هیچ وقت تگ هایی رو برای قالب بندی یک صفحه در نظر نگرفت. HTML برای توصیف محتوای یک صفحه وب بود. یعنی چی؟ مثلا اگه من بیام اینجا و اینجا بنویسم H1، خب این اینجا من یک متنی رو می نوشتم، مثلا میگم این یک عنوان است، خب، یا به عنوان مثال می نوشتیم تگ پاراگراف ایجاد می کردیم، خب این یک پاراگراف است، درسته؟ پس HTML برای توصیف محتوای یک صفحه وب. خب وقتی مثلا من اینجا دور این متن تگ پی رو میندازم، خب چه چیزی رو توصیف میکنه؟ که این آقا یک پاراگرافه. وقتی من دور این مثلا متن تگ H1 رو میندازم، چه چیزی رو توصیف میکنه؟ که آقا این یک عنوانه. پس HTML برای توصیف محتوای یک صفحه وب به وجود اومد، نه برای قالب بندی یک صفحه وب. در ورژن های حالا HTML 3.2 یک سری برچسب های مثل فونت ها به وجود اومد. یعنی منظورم از برچسب همون تگ ها هست، تگ هایی مثل تگ فونت به وجود اومد و همچنین یک سری اتریبیوت های ایجاد رنگ حالا به HTML 3.2 اضافه شد. اما وقتی که این موارد به HTML 3.2 اضافه شد، این برای توسعه دهندگان وب تبدیل شد به یک کابوس و یک کابوس برای توسعه دهندگان وب شروع شد. چرا؟ چون توسعه دهنده های وب مثلا اگر میخواستن یک وبسایت های بزرگی رو به وجود بیارن که در اون فونت ها و اطلاعات رنگی زیادی برای هر صفحه وجود داشت، بایستی کارهای خیلی زیادی رو انجام میدادن و یک روند طولانی و گرانی رو به عبارتی بایستی طی میکردن تا بتونستن یک صفحه با این ویژگی ها رو به وجود بیارن و این خیلی حالا رو اعصاب بود و خیلی حالا کار طراحی وب رو سخت کرده بود. برای حل این مشکل کنسرسیوم جهانی وب W3C میاد و CSS رو ایجادش میکنه. اوکی؟ پس CSS پس یک مشکل بزرگ رو برای
برنامه نویسان وب حل کرد. دوستان گلم یک کابوس بزرگ رو برای برنامه نویسان وب حل کرد. و در نهایت به این نکته می رسیم که با به وجود آمدن CSS وظیفه استایل فرمتینگ از دوش HTML برداشته شد، یعنی از ورژن های قدیمی HTML برداشته شد و این به طور کل به CSS اختصاص داده شد و به این ترتیب CSS وظیفه اون به طور کل و وظیفه اصلی اون استایل فرمتینگ و دیگه این وظیفه به عهده HTML نیست. و اگر هم میبینید ما هنوز اتریبیوت هایی رو داریم که به واسطه اونها میتوانیم استایل فرمتینگ رو انجام بدیم، بهتر هست که این کار رو انجام ندیم و این کار رو فقط به کمک CSS انجام بدیم. CSS وظیفش استایل فرمتینگ و وظیفه HTML یه چیزه، وظیفه CSS هم یه چیز دیگه و سعی نکنیم کارهایی که به کمک CSS میتونیم انجام بدیم رو بیایم و به کمک اتریبیوت هایی که در HTML وجود داره انجام بدیم. کارهایی که مربوط به CSS هست رو به CSS بسپاریم و کارهایی که مربوط به HTML هست رو به HTML بسپاریم که به طور تخصصی هر کدوم از این زبان‌ها به وظیفه اصلی خودشون بپردازن و به این ترتیب ما یک سند HTML استاندارد رو خواهیم داشت. خب بچه ها، من فکر میکنم که مقدمه برای CSS کفایت میکنه و حالا وقتش هست که ما وارد بحث‌های عملی CSS بشیم. من این تگ های پاراگراف و H1 رو که به وجود آوردم رو پاک میکنم و سند HTML رو آماده میکنم برای اینکه گفتگوی عملی خودمون رو در رابطه با CSS شروع کنیم. خب بچه ها، من برای اینکه بتونم ادامه صحبت های خودم رو در رابطه با CSS به شما ارائه کنم، نیاز هست که من در این تگ بادی یک سری تگ ها و المان های رو ایجاد بکنم که بتونم بر روی اینها، روی این تگ ها توضیحات خودم رو ارائه کنم. من نیاز به یک تگ H1 دارم. ببینید H1 و یک تگ پاراگراف و کل این دوتا تگ رو هم درون یک تگ دیو میذارم به این شکل و یک تگ پاراگراف دیگه. خب برای اینکه بتونم به اینها محتوا بدم، وارد وبسایت ویکی‌پدیا میشم و مثلا در رابطه با کامپیوتر سرچ میکنم که یک سری مقاله برای من بیاد. خب به عنوان مثال این رو من آره همین خوبه، این هدر رو به عنوان هدرم در نظر میگیرم و یک پاراگراف هم میخوام، این یک پاراگراف به این شکل. یه خورده این متن رو هم میشکنم شما پاراگراف ها رو ببینید. و این هم یک پاراگراف دوم که این متن ها چی هستن زیاد اهمیت اصلا اهمیت نداره، فقط میخوام که سند HTML هم یک سری محتوا درونش باشه که بتونیم تأثیر دستورات CSS رو بهتر با هم ببینیم. خب حالا اگه من این رو با یک مرورگرم مثلا همین صفحه رو رفرشش میکنم،
میرم از حالت زوم خارج میکنم. میبینید که خب سند HTML من داره درون صفحه خیلی ساده خودشو نشون میده به ما. خب من دیگه کاری به این سایت ویکی‌پدیا ندارم. حالا اولین نکته که من بایستی در رابطه با اون با شما دوستان گلم در رابطه با CSS صحبت کنم اینه که ما به چه روش هایی میتونیم کد های CSS رو به سند HTML خودمون اضافه کنیم. ما به طور کلی سه روش داریم که میتونیم کد های CSS رو به سند HTML خودمون اضافه کنیم. اولین روش که اصطلاحا هم بهش میگن اینلاین، روش اینلاین. خب حالا این یعنی چی؟ ببینید بچه ها، همه تگ های HTML، همه تگ های HTML اتریبیوتی دارن تحت عنوان استایل. پس این یک اتریبیوت عمومی برای تمامی تگ های HTML هست. اوکی، این استایل درون خودش حالا به عنوان مقدار، به عنوان ولیو، این اتریبیوت به عنوان ولیو کدهای CSS قبول میکنه. درست شد؟ پس ما درون اتریبیوت استایل به عنوان ولیو، به عنوان مقدار میتونیم کدهای CSS بنویسیم. خب این کدهای CSS بر روی همین تگ اعمال میشه. ببینید مثلا من میتونم این تگ استایل رو برای div بنویسم، برای پاراگراف بنویسم، برای این پاراگراف هم بنویسم. میبینید؟ پس میتونم برای تمامش این کار رو انجام بدم. و درون این استایل ها حالا من میتونم چیکار کنم؟ بیام و کد های CSS بنویسم. چه کد CSSی؟ خب ما هنوز در رابطه با کد های CSS با شما دوستان گفتم صحبت نکردیم. اما خب لازم هست که من یکی دو تا دستور CSS رو اینجا بنویسم که شما ببینید که این تگ استایل دقیقاً چه کار میکنه. اما خب دستور CSSی که من درون این اتریبیوت استایل مینویسم خب اینو نمیخواد اصلا یادش بگیرید و خیلی کلیشه‌ای بهش نگاه کنید. در چند جلسه آینده حالا من در رابطه با این دستورات CSS به صورت مفصل با شما صحبت خواهم کرد و تمام دستورات CSSی که داریم رو من به شما همه رو آموزش خواهم داد. پس نگران نباشید. به عنوان مثال من میخوام این متنی که متن این پاراگرافم مثلا میخوام رنگش آبی بشه. خب من درون استایلم، درون این استایل چی می‌نویسم؟ می‌نویسم color و یک رنگ بهش میدم. خب مثلا میخوام آبی باشه، blue، رنگ آبی رو بهش میدم به این شکل. حالا اینجا رو دقت کنید، در پایان تمام دستورات CSS شما بایستی سمیکالون بذارید. میبینید در پایانش با سمیکالون بنویسید. حالا اینجا ممکن از سوال برای خودتون به وجود بیاد، اینکه آیا ما فقط یک دستور رو میتونیم اینجا بنویسیم؟ نه، چرا فقط یک دستور؟ چه دستورات دیگر رو هم نوشت؟ مثلا من میخوام اندازه این فونت حالا بزرگتر بشه، فونت سایز هم میخوام بزرگتر بشه. مثلا من اینجا می‌نویسم فونت سایز به عنوان مثال 24 پیکسل سمیکالون. پس میبینید من میتونم به صورت اینلاین، اینلاین در یک خط، اینلاین دستورات CSS خودم رو بنویسم. میبینید حالا با هم دیگه بریم تأثیرش رو بر روی صفحه خودمون مشاهده کنیم. میبینید که این پاراگراف رنگش آبی شده و اندازه فونت هم درشت‌تر شده، اندازش بزرگتر شده. درسته نسبت به این مقایسه کنید، خب بزرگتر شده دیگه. حالا من میتونم بیام برای مثلا این پاراگراف استایل دیگری رو در نظر بگیرم. پس کد CSSی که من درون این استایل مینویسم بر روی همین پاراگراف اعمال میشه. بر روی همین پاراگراف اعمال میشه.
خب مثلا من میتونم رنگش رو مثلا میتونم نارنجی بکنم، نارنجی مایل به قرمز، و فونت سایز اون رو مثلا میذارم روی، اینو درشتر از قبلی میکنیم، مثلا میذارم روی 30 پیکسل. سیمیکالون یادمون نره. خب صفحه رو رفرش میکنم، میبینید که رنگ فونتم نارنجی مایل به قرمز شده و اندازه هم درشتر شده و نسبت بالا اندازه فونت بزرگتری هم داره. خب حالا اگر اینجا رو دقت کنید میبینید که خب من این استایل رو بر روی این تگ پی اعمال کردم. وقتی که من این استایل رو روی این تگ پی اعمال کردم، خب دیگه روی این تگ پی اعمال نشد دیگه، درسته؟ خب پس دستورات اینلاین وقتی برای یک تگ اعمال میشه بر روی همان تگ و تگ های فرزندش اعمال میشه. حالی منظورم یعنی چی؟ تگ های فرزند یعنی چی؟ ببینید دوستان عزیزم، من اینا رو بر میدارم، این رو هم بر میدارم، اینو کاکاتش میکنم که داشته باشمش. حالا اینجا رو دقت کنید، یک بار یه صفحه رو رفرش میکنم که برمیگرده به حالت اولیه خودش. حالا اینجا رو دقت کنید، این تگ دیو درون خودش H1 رو داره، درون خودش دو تا تگ P داره. این تگ H1 اینا تگ های فرزند برای تگ دیو محسوب میشن، یا تگ های درونی برای تگ دیو محسوب میشن، درسته؟ این تگ دیو اینها رو تحت پوشش قرار داده، اینها رو درون خودش قرار داده. وقتی که من میام مثلا این استایل رو که رنگ فونت ها بشه آبی و اندازه فونت ها هم مثلا بشه 24 پیکسل رو میام بر روی تگ دیو اعمال میکنم، روی نه تنها تگ دیو بلکه روی تمامی تگ هایی که درون این تگ هستن نیز اعمال میشه. نگاه کنید با هم دیگه، صفحه رو رفرش میکنم، میبینید که رنگ فونت ها آبی شده و اندازه فونت ها هم تغییر کرده. خب حالا اینکه چرا اندازه این فونت همچنان این فونت اندازش 24 نیست؟ خب چرا اندازه این فونت H1 24 نشده؟ مگه علیرضا تو نگفتی این استایل روی تمام تگ هایی که درون دیو هستن نیز اعمال میشه؟ خب با این تفاصیل بایستی H1 هم اندازه فونتش 24 میشد، یعنی همه اینها اندازه هم خودشون نشون میداد. در رابطه با این تفاوت با شما صحبت خواهم کرد، در ادامه باتون صحبت خواهم کرد. خب و پاسخ به این سوال رو هم بهتون خواهم داد، نگرانش نباشید. پس این رو الان یاد بگیرید که وقتی که ما میایم کد های CSS رو برای یک تگ اعمال میکنیم به شکل اینلاین و به این شکلی که الان بهتون یاد دادم به کمک اتریبیوت استایل، این استایل ها، این کد های CSS روی تگ دیوی که براش استایل رو در نظر گرفتیم و تمام تگ هایی که درون تگ ما، تگ مورد نظر ما قرار گرفته اعمال خواهد شد. اوکی، پس این اولین نکته بود که حالا شما اینجا یاد گرفتی و میخوایم سایر روش های اضافه کردن کد های CSS به یک سند HTML رو یاد بگیم. پس اولین روش شد روش اینلاین. اوکی خب، اما بریم سراغ سایر روش. من این استایل ها رو از اینجا بر میدارم چون این نیاز بهشون ندارم، این رو هم بر میدارم، اینا رو هم بر میدارم. خب روش بعدی روش اینترنال استایل شیت بهش میگن. روش اول شد چی؟ اینلاین استایل بهش میگن، اینلاین استایل. روش دوم اینترنال، یعنی درونی، اینترنال استایل شیت، استایل شیت درونی، اینترنال استایل شیت. خب در روش اینترنال استایل شیت ما میایم و درون تگ هد، این تگ هد هست دیگه، درسته؟ درون تگ هد خب میایم تگی رو ایجاد میکنیم
تحت عنوان استایل. ببینید استایل. پس ما درون تگ هد تگی رو ایجاد میکنیم به نام استایل. خب داریم روش چی رو توضیح میدیم؟ روش اینترنال استایل شیت. اینترنال استایل شیت. حالا پس برای اینکه این روش رو به کمک این روش ما بیایم و کدهای CSS رو به سند HTML خودمون اضافه کنیم، میایم و درون تگ هد تگ استایل رو قرار میدیم و همین سادگی که اینجا شما دارید مشاهده میکنید. خب اینجا رو دقت کنید، اینجا بایستی من توضیحات بیشتری رو به شما دوستان عزیزم ارائه کنم. ما در این روش موضوعی رو داریم تحت عنوان سلکتورها. خب تحت عنوان سلکتورها. خب سلکتورها چی هستن؟ ببینید بچه ها، ما به طور کلی در CSS، در کدهای CSS مون سه نوع سلکتور داریم. پس ما به طور کلی سه نوع سلکتور داریم. اما خب سلکتورها چی هستن که ما سه نوع سلکتور داریم؟ ببینید بچه ها، اگر من بیام این سلکتورها رو بهتون معرفی کنم، شما متوجه میشید که سلکتورها چی هستن و چه کاربردی در CSS دارن. اوکی. پس اول بریم سراغ این که این سلکتورها چی هستن، یعنی حالا این سه نوع سلکتور رو من بهتون معرفی میکنم و بعد شما متوجه میشید که مفهوم سلکتور چی هست و چه کاربردی داره. خب اما قبل از اینکه من در رابطه با سلکتورها باهاتون صحبت کنم، اینجا من بایستی سینتکس دستورات CSS رو بهتون ارائه بدم، یعنی بهتون آموزش بدم. خب ببین بچه ها، ما زمانی که میخواییم در روش internal style sheet بیایم و کدهای CSS رو بنویسیم، لازم هست که این سینتکس نوشتاری رو برای کدهای CSS خودمون در نظر بگیریم. خب اینطوری، ببینید اولین چیزی که شما بایستی مشخص بکنید سلکتور هست. خب سلکتور هست. پس اولین چیزی که بایستی شما مشخص کنید سلکتورتون هست. حالا این سلکتورها چیا میتونن باشن؟ من بهتون میگم سه نوع سلکتور داریم که بایستی از این سلکتورها شما تبعیت بکنید. وقتی سلکتورتون رو مشخص کردیم، در مقابل سلکتورتون یک آکولات باز و بسته میکنید به این شکل. پس آکولات باز و بسته کردم به این شکل. خب حالا درون سلکتور ما میتونیم، درون بلوک مربوط به سلکتورمون، درون بلوک مربوط به سلکتور ما میتونیم چیکار کنیم؟ بیایم و دستورات CSS خودمون رو بنویسیم. اوکی؟ حالا به چه صورت؟ این فرمت رو دقت کنید. فرمت کلی دستورات CSS اینه که ما اول باید پروپرتی رو مشخص کنیم، مشخصه رو باید مشخص کنیم، ویژگی رو باید مشخص کنیم. خب پروپرتی. خب حالا اینکه پروپرتی ها چی میتونن باشن در رابطه باهاش باهاتون صحبت میکنم و در این رابطه من باهاتون مثال میزنم. خب و بعد علامت دو نقطه رو استفاده میکنید و بعد ولیو رو بایستی تعیین کنید و در پایان سمیکال. خب حالا من ممکنه درون این بلوکم یک دستور CSS داشته باشم، پس این یک دستور CSS هست و ممکنه دو، سه و یا به همین ترتیب سایر دستورات CSS رو من چی داشته باشم. اوکی. خب پس این سینتکس کلی بود برای نوشتن دستورات CSS در تگ استایل به روش اینترنال استایل شیت. خب اگر دقت کرده باشین، زمانی که من اینجا میخواستم از روش اینلاین استایل برای نوشتن کدهای CSS استفاده کنم، از چه سینتکسی استفاده کردم؟
خب مثلا من اینجا نوشتم color دو نقطه و بعد مثلا orange red رو مشخص کردم و در پایین هم سیمیکالون گذاشتم. ببینید این color رو اصطلاحاً همون property ما هست، این color property من هست، orange red value من خواهد بود. این سینتکس رو دقت کنید، دقیقا همین سینتکس property دو نقطه value سیمیکالون. اوکی خب این رو من پاک میکنم، این رو هم پاک میکنیم. حالا بیایم ببینیم که خب حالا با یک مثال من این مسئله رو بهتون توضیح میدم. خب از اولین کاری که من بایستی اینجا انجام بدم این هست که سلکتور خودم رو مشخص بکنم. خب اولین سلکتور یعنی اولین نوع از سلکتورها المنت ها هستن، یا بهتر بگم تگ ها هستن. یعنی چی؟ ببینید بچه ها، ما اینجا تگ دیو داریم، تگ H1 داریم، تگ P داریم. خب اینا بهشون element هم به اصطلاح بهشون گفته میشه. خب تگ، element، خب اینا اسمای یکسانی هست که برای اینها گفته میشه. خب پس گفتیم که اولین نوع از سلکتورها element ها هستن. خب حالا اینجا ما توی بدنه بادیمون یا به طور کلی در سند HTML مون خب ما میتونیم تگ های زیادی رو داریم مشاهده میکنیم. به عنوان مثال همین div، همین h1، همین body، درسته؟ همین تگ paragraph، تگ h1، تگ div، تگ body و چیزهای دیگه هم میتونیم بهش اضافه بکنیم، درسته؟ خب من اینجا مینویسم p، آکولاد باز، آکولاد بسته. پس این p میشه چی؟ میشه سلکتور من. خب مینویسم div، آکولاد باز، آکولاد بسته، میشه این دیو میشه سلکتور من، این دیو میشه سلکتور، درسته؟ ولی از نوع چی؟ از نوع element، از نوع element. یا مثلا من مینویسم H1، کاش که این رو ترتیبش رو درست میکردم، حتی مهم نیستا، هیچ اهمیتی نداره که دیو اول باشه پاراگراف دوم باشه یا پاراگراف اول باشه دیو دوم باشه، هیچ فرقی نمی کنه. برای اینکه دستورات هم نظم مرتبی داشته باشن من اینجوری می نویسم H1. خب H1 آکولاد باز، آکولاد بسته. می بینید؟ خب اینها پس میشن چی؟ این میشه بلوک کدهای CSS من. خب حالا پس من اینجا میتونم کد CSS بنویسم، کد CSS، CSS، درسته؟ خب اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور. میبینید؟ پس ما اینجا هم میتونیم کدای CSS بنویسیم. اوکی حالا اینکه چه کدهای CSSی من میتونم بنویسم خب در ادامه و در جلسات آینده بهتون خواهم گفت که چه کدهای CSSی ما میتونیم اینجا در این بلوک کد بنویسیم. خب اما خب در این جلسه یکی دو تا دستور رو من همینطور بهتون میگم که شما ساختار نوشتاری کدهای CSS رو یاد بگیرید. هدف من در این جلسه این نیست که شما دستورات CSS رو یاد بگیرید. دستورات CSS مربوط به جلسات بعدیمون میشه، اما اینجا شما نحوی نگارش کدهای CSS رو یاد بگیرید که ما در جلسات آینده دیگه نخواهیم روی این موارد خیلی جزئی و کلی اصلا صحبتی داشته باشیم. اوکی اینا براتون بایستی خیلی عادی باشن، این نحوی نگارش بایستی خیلی عادی باشه. پس ما درون این بلوک کد کدهای CSS رو به همون شیوه که گفتیم، یعنی property دو نقطه value سیمیکالون خواهیم نوشت. خب حالا کدهایی که در این بلوک نوشته میشه زمانی که من از element استفاده میکنم، خب بر روی تمامی element های سند HTML من اعمال خواهد شد. دقت کردین چی شد؟ پس کدهایی که من درون این بلوک مینویسم در صورتی که سلکتور من یک element باشه، یک tag باشه، خب این کدها که درون بلوک مورد نظر وجود داره
بر روی تمامی المنت ها اعمال خواهد شد. حالا یعنی چی؟ با هم دیگه مثال رو کار خواهیم کرد. نگاه کنید بچه ها، من درون این تگ پاراگراف می نویسم color، یک دستور CSS می نویسم color orange red یا می نویسم blue. خب سیمیکالون هم یادمون نره. پس یک دستور رو برای تگ پاراگراف نوشتم. این تا اینجای کار درسته؟ حالا دقت داشته باشیم که من دارم کد هامو درون تگ استایل می نویسم و تگ استایل هم درون تگ هد قرار گرفته. اوکی؟ خب وقتی من این کد رو درون بلوک تگ پاراگراف می نویسم این یعنی چی؟ یعنی که بیا درون سندی که من این استایل رو حالا می خوام اعمال بکنم روی تمامی پاراگراف ها، روی تمامی پاراگراف ها این کد ها که حالا درون این بلوک وجود داره رو اعمال بکن. حالا من اینجا یک دستور CSS نوشتم، میتونم دستورات بیشتری بنویسم، اما فعلا بیایم ببینیم که این دستور اگه من اجراش کنم چه اتفاقی میفته. خب اجازه بدید من اول این رو برش دارم، صفحه رو یک بار رفرش کنم. خب صفحه برمیگرده به حالت اول خودش. حالا دستور رو مینویسم. دقت کنید دوستان عزیزم، ببینید چه اتفاقی میفته. این پاراگراف و این پاراگراف رو دقت کنید، میبینید رنگ فونت ها آبی شد. حالا میخوام دستورات بیشتری اینجا بنویسم، مثلا میخوام اندازه فونت ها رو هم بزرگتر کنم. خب مثلا مینویسم فونت سایز و مثلا اندازه شو میذارم روی 24 پیکسل. صفحه رو رفرش میکنم و میبینید که اندازه فونت ها بزرگتر شد و رنگ فونت ها هم آبی هست. حالا اما بریم ببینیم که برای این سایر این تگ هایی که من اینجا دارم نیز کد های CSS رو من میخوام اعمال بکنم. حالا مثلا من میخوام برای H1 رنگ فونتم به عنوان مثال قرمز بشه. صفحه رو رفرش میکنم و میبینید که رنگ H1 قرمز شد. تگ H1 استایل این استایل روش اعمال میشه. حالا اگر من مثلا یک تگ H1 دیگه اینجا داشته باشم، ببینید حالا یک متن رو درونش قرار میدم، مثلا این متن رو هم درونش قرار میدم، ببینید من صرفا یک تگ H1 جدید ایجاد کردم، اما اینجا رو دقت کنید میبینید که دقیقا همون استایلی که بر روی این تگ H1 من اعمال کردم روی این هم داره اعمال میشه. پس من هر تعداد تگ H1 دیگه اضافه کنم میبینید که این استایلی که من بالا تعریف کردم داره بر روی تمامی تگ های H1 داره اعمال میشه. و همینطور اگه من تگ های پاراگراف جدیدی رو به وجود بیارم این استایل ها بر روی اونها اعمال خواهد شد. اما من میام این دوتا دستور رو برش میدارم. خب برای اینکه اینا رو بر نداریم یه چیزی رو من میخوام همینجا بهتون یاد بدم، این که ما چطور میتونیم کامنت نویسی کنیم در CSS. ببینید بچه ها روش کامنت نویسی در CSS به این صورتی که ببینید slash star و بعد اینجا کامنتتون رو می نویسید. خب مثلا comment code حالا هر چی که هست و بعد دوباره star slash رو می زنید و به این ترتیب شما یک کامنت ایجاد می کنید. comment در رابطه با کامنت ها در HTML با هاتون صحبت کردم در جلسات گذشته. بحث کامنت که موضوع مشترکی هست که در تمامی زبانهای برنامه نویسی تقریبا وجود داره، در CSS هم وجود داره. روش کامنت نویسی در CSS به این شیوه است، یعنی از این علامت بایستی استفاده کنید، بایستی اون عبارتی که میخواید کامنتش کنید برای کد CSS تون رو در بین این علامت قرار بدید، اسلش ستاره slash star و بعد star slash. به این شکل شما میتونید
حالا یک خط یا چند خط رو کامنت کنید. مثلا من در این مثال یک کامنت یک خطی یا این لاین ایجاد کردم. حالا اگر بخوام مثلا به عنوان مثال این چند خط رو من میخوام کامنت کنم. ببینید به این شکل عبارتی یا اون قسمتی رو که میخوام کامنت کنم رو بین این عبارات، بین این دوتا علامت قرار میدم. به این ترتیب کدهای CSS من کامنت میشن، پس در نتیجه دیگه اجرا هم نخواهند شد. نگاه کنید روی پاراگراف ها دقت کنید، استال از روشون برداشته شد چون من کدهای مربوط به این تگ پاراگراف رو کامنت کردم و دیگه رندر نمیشه، دیگه خونده نمیشه توسط حالا مرورگرها. حالا کار بعدی که من بایستی انجام بدم این هست که این کدهایی رو که من در اینجا کامنت کردم رو برمیدارم میارم برای تگ دیف میذارم. به نظر شما با این کار چه اتفاقی میفته؟ ببینید دوستان عزیزم، همونطور که بهتون گفتم الان این کدهای CSS بر روی تمامی تگ های دیو اعمال میشه. چرا؟ چون ما از سلکتور المنت استفاده کردیم برای استایل دهیم، درست شد؟ اما سوال اینه که آیا این استایل ها فقط بر روی تگ دیو اعمال میشه؟ در پاسخ باید بگم نه. چرا نه؟ همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، ببینید دوستان عزیزم الان ما اینجا یک تگ H1 داریم، تگ P داریم، دوباره تگ H1 داریم و دوباره تگ P داریم. اینها درون چه تگ قرار گرفتن؟ تگ دیو. پس تگ دیو میشه تگ والد و این تگ ها میشن تگ فرزند. و این نکته نیست همیشه پابرجاست که تگ های فرزند element style های تگ والد رو به ارث میبرن. یادم دوباره تکرار میکنم، تگ های فرزند استایل های تگ والد رو به ارث میبرن. بنابراین H1 و تگ پاراگراف نیز استایل هایی که مربوط به دیو هستن رو نیز به ارث خواهند برد. این تا اینجای کار. حالا یعنی چی؟ با همدیگه این مسئله رو عملا میبینیم. من صفحه رو رفرش میکنم، میبینید که فونت های من رنگشون آبی شده، پاراگراف ها رنگشون آبی شده و اندازه این فونت ها چی شده؟ شده 24. اما سوال اینجاست، چرا رنگ این تایتل ها قرمز همچنان مونده؟ مگه ما نگفتیم H1 تگ فرزند برای دیو میشه؟ بنابراین چرا رنگش آبی نشده؟ چرا رنگش قرمز شده؟ چرا این استایل اعمال شده؟ خب این سوال خیلی خوبیه. ببینید دوستان عزیزم، تگ H1 خودش داره یک سری استایل هست، درسته که یک تگ فرزند برای تگ دیو محسوب میشه، اما خب خودش یک سری استایل داره. بنابراین یک سری از استایل ها رو که درون خودش نداره اما درون تگ والد داره رو به ارث میبره، مثل فونت سایز. اما اتفاق دیگری که میفته این هست که